طبق معمول که از هر جای دنیا که میرم مگنتشو میخرم، اینجا مگنت خریدم، دونه 25 لیر. مصطفی یه دونه شونه چوبی برای من خرید، همطور که بهتون گفتم این برا چوبای خوبی داره و الان هم داریم از اینجا میریم لب ساحل. ببینید اینجا قلعه آماسراست. قلعه آماسیا یا همون آماسیا کالسی بر روی صخره‌های کوه هارشنا در شمال آماسیا که به نام قلعه هارشنا هم شناخته میشه، در ارتفاع 700 متری از سطح دریا و 300 متر بالاتر از یشیلیرماک بنا شده. این قلعه شاهد ظهور و سقوط تمدن‌های متعددی بوده و لایه‌هایی از اهمیت تاریخی رو پشت سر گذاشته. این قلعه گواهی زنده بر تاریخ غنی این منطقه است که عناصر معماری دوره‌های زمانی مختلف و از جمله رومی، بیزانس و عثمانی رو به نمایش می‌ذاره. موقعیت استراتژیک این قلعه مناظر پانورامای خیره کننده ای رو از دریای سیاه و همچنین شهر آماسرا برای بازدید فراهم میکنه. رسیدیم به یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم آماسرا که این جزیره‌ای که دارین می‌بینید. این جزیره اسمش تافشان آداس، یعنی جزیره خرگوش. قلعه آماسیا در طول تاریخ بارها و بارها از سمت حکومت‌های مختلف مثل حکومت‌های پارس، رومی، پونتوس، بیزانس مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته و مردم دوباره اونو بازسازی کردند. در سال 1075 بعد از تسخیر قلعه توسط ترک‌ها، این بنا بعد از چند بار بازسازی تا قرن 18 مورد استفاده قرار گرفت، اما بعد از اون دیگه اهمیت نظامی خودشو از دست داد.
من مصدوم شدم. آی ایشه سخت. آقا تمام صدا صداگذاری شده به خاطر اینکه باد اجازه نمیداد. واقعا مصطفی راه منو ادامه میده، شک نکنید. اینا خونه های قدیمی این شهرم، مثلا اون جلوتر یعنی اول کوچه یه خونه ای بود که در واقع با چوب ساخته شده بود، بعد در اثر مرور زمان از بین رفته بود چوباش، بعد اومده بودن روش از این ورقه های فلز کشیده بودن که فکر میکنم کار بیهوده ای هم بود به خاطر اینکه این فلزی که روی اون کشیده بودن کاملا زنگ زده بود و از بین رفته بود. ببین اونجا رو نشون بده. آها آره آره اینو میبینین؟ از اون خونه ها رسیدیم به این مسجده. این مسجد اسمش مسجد فاتیحه، خیلی قدیمیه، مال سال 1460. هیچکی نیست داخل مسجد. همونطور که میبینید الان تو حیات مسجدیم و دارید بنا رو از بیرون میبینید، از یه زاویه دیگه میبینید، داریم به سمت این مناره میریم. مناره رو هم میتونید کامل الان ببینید. الان سعی میکنیم که به سمت مناره حرکت کنیم. این مسجد مسجد قلعه است در واقع، که حالا این قلعه در اثر مرور زمان خب خیلی تغییر شکل داده دیگه، این چیزیه که ازش به جا مونده در حال حاضر. فاتح سلطان محمد طرفندان جامعه چورلمش، نرمالده کلیسهیمش بود. خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگر. ببین خیلی جالبه این اتفاق، وقتی که سلطان فاتح سلطان محمد میاد اینجا رو فتح میکنه، دستور میده که کلیساها به مسجد تبدیل بشه. کلیساهای دشتریور جامی کلیسه‌ای evet جامی yapmış ama yapıyı bozmamış. اما چه اتفاقی میفته؟ نمیاد به بنا صدمه بزنه، همون بنایی که بوده رو مثلا اینجوری تبدیل به مناره میکنه، یعنی نمیاد اون سازه رو خرابش کنه، همون سازه رو ادامه میده و یه جوری درست بازسازیش میکنه. ببین از اون منطقه که دیدین ما از روی پل رد شدیم، ما هنوز توی قلعه، یعنی اینجا کلش قلعه بوده، بعدن این خونه ها ساخته شده بجز اون خونه های قدیمی که بهتون گفتم اینجا خونه های قدیمیه. شیمدی اون طرف بگیدیون اینم الان هم از این برمیری، اینم باز یه دونه دریه که یکی از درهای قلعه است که میره به خارج قلعه دیگه، یعنی از اونجا شروع شد، از رو پل اومدیم، از اینجا میریم بیرون.
Bak şurada Atatürk'ün silüeti. اینجا رو بهش میگن شپل، یه کلیسای کوچیکیه که داریم میریم از نزدیک ببینیمش. فاتح سلطان محمد اینجا رو وقتی که در واقع آماسرا رو فتح میکنه خیلی از کلیساها رو تبدیل به مسجد میکنه، ولی این یه دونه رو مثلا تبدیل نمیکنه، یا آقا اینو ارامنه میتونن برن و ازش استفاده کنن و به این ترتیب این همینطور کلیسا میمونه دیگه. بادو ببین آخه، وای وای، این کوچه باغ رو Amasra kedisi. Nişe yoruldu. Hadi gidelim. گفتن که این سنگای اینجا در واقع سوره، مواظب باشید که سور نخورید. بعد میرسید به اینجا میبینی چه بوی ماهی به دماغتون میزنه، بالی کوکیوردی ها. بعد میبینی که اینجا چقدر رستورانهاییه که پر از ماهیه و شما میتونید در اینجا بشینید ماهی بخورید و کیف کنید، ماهی تازه بفرمایید. بچه اینجا دیگه هوا خوبه، وقتی که اون بالا میریم برای دیدن مناظر و اینا لازمه که حتما یه لباس چیز داشته باشیم، ولی اینجا ها نه، اینجا ها اوپوره. از اینجا دوباره وارد بازار میشیم. این برن که میبینیم منظره رو. مصطفا، این طرف قلعه دوست دارم. دوست دارم. اینم از این بره قلعه. میتونید ببینید از این زاویه. مثلا خونه رو نگاه کنی، خونه که با چوب ساخته شده چقدر قدیمیه. همه باقی مانده های قلعه هن، چیز خاصی ازش زیاد نمونده. یه لحظه بکنم کنم کیفم کو؟ بده مصطفی بوده در خیالم راحت شد. Thank you.
اینجا قلعه تموم شد، ما وارد دوباره خیابون شدیم و داریم وارد چارچی میشیم. کافه باحال خفن میشیم که خیلی دیدنیه. این کافه میتونه یک جای خیلی باحالی برای شما باشه با شیرینی‌های خوشمزه‌ای که داره و خیلی خاصه. تک تکشون ویژاست به نظر من. و این قهوه خاصی که دارن به صورت سرد فیلتر قهوه دم میکنه. از اینجا داریم یه جورایی کوهنوردیمون رو شروع میکنیم، داریم یه جورایی کوه رو میریم بالا تا ببینیم که قراره به یک جای خفنی برسیم. با من همراه باشین تا این مسیر رو با هم دیگه بریم. خیلی جالبه، هر کی کنار خونه خودش محصولات خودش رو گذاشته و میفروشه، مثلا اینجا انجیر خشک، آلو خشک، نمیدونم آلبالو خشک، از این چیزا خانم خوش کرده بود گذاشته بود. اون یکی مثلا ذرت آورده بود توی جلوی خونه خودش کباب میکرد و میفروخ. خیلی حس جالبی به آدم میداد. راستی شاید لازم باشه اینجا توضیح بدم که در طول روز در واقع قایقایی هستن که شما میتونید با اونا سفر کنید به این جزیره هایی که جزیره‌ای که نشونتون دادم. یه دونه جزیره خرگوشه و یه جزیره دیگه به اسم جزیره بویوک، اگه اشتباه نکنم، یعنی بزرگ. ما همینجور داریم میریم بالا و بالاتر. ما از اون پایین اومدیم این بالا که به یه همچین منظره‌ای برسیم و همچنان داریم میریم بالا و بالاتر. اینجا بهشته، اینجا بخشی از بهشته که شما همکنون میتونید ببینید. بچه ها ما الان بالای تپه‌ایم توی همین شهر آماسرا. باید یه چیز جذاب رو بهتون بگم. فاتح سلطان محمد وقتی که میرسه به این شهر میگه که این شهر چشم جهانه، یعنی به زبان اون موقع قشنگ فارسیه. وقتی که شما میایین میبینی که نوشته این شهر چشم جهانه، که اینا به ترکی میگن گوز دنیا. یعنی ببینین چقدر اینجا زیباست که بعد از اینکه اینجا رو فتح میکنه همچین چیزی میگه. شما بفرمایید به چشم جهان. امیدوارم ولاگ امروزمونم مورد قبولتون واقع شده باشه و ازش لذت برده باشین و با من همچنان همراه باشین در ترکیه گردی. همچنان ادامه داره و لایک کامنت سابیتون نره. لاویو همتونو. بای بای.